الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دوستای عزیز، در درس گذشته ما شما آیت سوره نساء، آیت چهارم سوره چهارم است به حساب قرآن، آیت 36 سوره چهارم قرآن که بعد سوره آل عمران بود، وعبد الله ولا تشرکوا به شیئا، بیان کردیم. امروز یه آیت دیگر که سوره انعام است، در ارتباط توحید در عبادت یا توحید الوهیت و رد شرک، صاحب کتاب توحید و شرحش آوردگیس را بیان میکنیم که الله متعال در ارتباط به توحید چقدر، یعنی گپ اول میگه که عقیده توحید در عبادت و رد شرک و شرک نفرت داشتن، دور شدن و از مشرک و شرک یعنی اجتناب کردن چقدر مهم بیان کرده گیست. و قولی تعالی، قل تعالی و اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. دوست عزیز، در آیات الله متعال می فرماید سوره انعام آیات 151 تا 153 است. 151 امروز بیان میکنیم. الله متعال می فرماید قل بگو ای پیامبر بر این مشرکینی که در عبادت الله مخلوق هم شریک کردن عبادت میکنن، بتا و رهبرا و غیره را، و اولادای خدا را میکشن، زنا میکنن، قتل و ناحق میکنن، برای زنا بگو، یعنی شرک که بود باز هر گناه دیگر انسان مرتکب میشن. اتلو تعالی و بیاین شما به طرف یک چیزی که یعنی متوجه شوین، بیاین چیزی که شما را درجه میتند، مرتبه تانو بلند میکند. اتلو که ما بیان بکنم برای شما، ما حرم ربکم، آن چیزی که حرام کرده ربتان علیکم، با بالای شما انسان ها یقینی حرام کرده، نگمانی، وحی است، دستور الله است. او چی است؟ اینی وصیت مهم است که الله تشرکو بی شیئا، که شریک نکنین به الله هیچ چیز را، یعنی چیزی که الله حرام کرده گیست چیز شرک کردن شما، یعنی الله حرام کرده محرمات را و دستور داده گیست و وصیت کرده به شما، دستور داده الله تشرکو بهی شین، که شریک نکنین به الله هیچ چیز را. یعنی در چی شریک؟ در عبادت الله. وقتی که الله را عبادت میکنی یا نظامش اطاعت میکنی، هیچ انسان، مخلوق، سنگ است، چوب است، بت است، قبر است، رهبر است، مولوی است، پیر است، هیچ کسی را شریک نسازی غیر از الله، هیچ کسی را عبادت نکنی غیر از دستور قانون الله، هیچ قانون و نظامی را که مخالف قانون الله و دستورش و حکمش باشد قبول نکنین. و بالوالدین احسان، و پدر و مادرتان احسان، نیکی کنین در مخلوقات با اینا. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، نکشین اولادایتان از ترس گرسنگی و فقر، که ایران کینان میتن، نه حالی که میگه قدر کینان میتن، الله میگه نکشین، نحن نرزقکم و ایام، ما شما رو روزی میتیم و اینا رو هم اولادایتان، الله میگه ما روزی میتیم، قسمی که شما رو میتیم. ولا تقرب الفواحش ما ظهر منه و ما بطن، نزدیک نشین به زنا، آنچه که ظاهر است و آنچه که باطن است، نه آشکارا زنا کنین نه پنهان. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، نکشین انسانی را که نفسی را، انسانی را که الله حرام کرده کشتنش، الا بحق، مگر بحق، یعنی بنا حق قتل نکنین که جرم کلام. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، الله میگه ذلكم یه حکمی که بیان شد، وصاكم، وصیت میکنه شما الله، یعنی حکم قاطع میکنه الله به، لعلكم تعقلون، تا شما را بفهمین، یاد بگیرین، تعقل کنین، فکر کنین، یاد بگیرین و عمل بکنین. این خود ترجمه تحت لفظیش بود دوستا. شرحش قسمی که در کتاب تان آورده و قولی تعالی، سخن الله و دستور الله متعال است، قل تعالو ما حرم علیکم، بیان کردگی سوره انعام آیت 151. سوره انعام ششم سوره در قرآن. از تفسیر شروع میکنه که قال العماد ابن کثیر رحمه الله. عماد ابن کثیر این در مفسرین بسیار تفسیر معتبر است. ما شرح زندگیش قبلا بیان کردم. این میگوید
که الله متعال با پیامبر خود دستور میتا، با رسول خود، با نبی خود محمد صلی الله علیه وسلم میگه قل بگو ای پیامبر برای زینا اعلان بکو، یعنی دعوت بتینار لها اولای المشرکین، به این مشرکین الذین عبدوا غیر الله که عبادت کردن غیر الله را، یعنی الله را هم عبادت میکردن، خدا پاروش غیر الله را هم زیاد، غیر الله را زیاد عبادت میکردن. بوت ها 360 بوت در چهار اطراف مکه مانده بودن، ره برای خدا نیتاعت میکرد. خلاص هر کسی که ایزر قوت میداشت اینا او را عبادت و اطاعت میکردن. و حرم ما رزق قوم الله، این مشرکینه که غیر الله را عبادت، در عبادت الله غیر الله را شریک ساختن، حرام کردن آن چیزی را که الله برشان رزق داده، یعنی چیزی را که الله برشان دادگیست از پیش خود بسیار حلال و حرام هم کرده بودن. در این صورت که شما بشنوین تفسیر ازیرا، بسیار چیزای حلال و حرام کرده بودن. الله میگه همین مشرکینه که از پیش خود حرام کرده یک کفر عبادت غیر الله را کرد، دیگه کفر اینا را بگو تعالو بیاین علمو و اقبلو و متوجه شوین، شما علو تعالی از علو گرفته شده، چیزی به طرف چیزی بیان که بر شما درجه میتونه، شما را بلند میکنه، از ذلت شما را نجات میتونه. او چی از عطلو به چی بیم عطلو که ما بیان بیانی اقصو علیکم، تلاوت چی را میگه؟ اگر تلاوت بعضی میگه لفظ خواندن نه، بیان کردن میگه که معنای یک چیز بیان بکنم برای شما. ما حرم ربکم علیکم، آن چیزای را، آن دستوراتی را حرم که حرام کرده ربکم، رب شما، خالق شما، علیکم به بالای شما انسان های مشرک، یا به بالای هر انسان چیزایی که الله حرام کرده، حقا به حق حرام کرده گیست. لا تخرصا ولا ظن، نه حدکل و نه گمانی، یعنی حدس و گمان، یعنی بدلیل نه، شما قسم کونا از پیش خود بدلیل بسیار چیزا را صاحبه و وسیله و چیزا را از پیش خود حرام کرده بودن. بل وحیا منه، بلکه وحی است از جانب الله و امر است از جانب الله، یعنی یقینی چیزی که حرامه، نه این چیزی که شما از پیش خود حرام کرده. او چی است؟ الا تشرکو به شیئا، این که شریک نکنین به الله چیز را. سعی کنین در اینجا یک سوال پیدا میشه، به می خاطر بازی کتاب شما جواب میده، میگه وقتا ان فی الکلام محذوفا الا تشرکو به شیئا، در اینجا سوالی است که میگه الله میگه بیاین با آن چیزی که ربتان به بالای شما حرام کرده گیست او چیز، این که شرک نکنین، یعنی عدم شرک خو حرام نیست، بلکه عدم شرک خو یک دستور است. و اینجا یک سوال پیدا میشه که چه قسم الله میگه بیاین به چیزی که الله حرام کرده، چرا حرام کرده؟ الله تشرکو، الله تشرکو خو الله نافی است، یعنی عدم این که شریک نکنین به الله، یعنی شرک نکنین، شرک نکردن خو حرام نیست، خو یک فرض است، شرک نکنی خو یک فریضه است، این خود دستور است. اینجا چه قسم، اینجا یک سوال پیدا شد، نه که الله حرام کرده عدم شرک و می خاطر میگه و کأن فی الکلام محذوفا، گویا که در کلام یک کلمه حذف شده، یعنی یک جمله حذف شده است. او جمله که حذف شده چی به او دلالت میکنه؟ دل علی سیاق، سیاق آیت که ذالکم وصاکم است، او دی دلالت میکنه، سیاق آخر آیت میگه سباق ما قبلش، تقدیر ازی پس، تقدیر ازی اندازه یا ازی آیت میگه ای تو میشه که الله تشرکو پیش ازی یک جمله است وصاکم، یعنی بین چیزی را که الله به بالای شما از محرمات حرام کرده و چیزی را که دستور داده، اینال دستورش چیست؟ وصاکم، وصیت کرده بین به چیزی که الله به او وصیت کرده. وصیت چی را میگه؟ آخری گپ که منسوخ نشه، یعنی دستور دادگی سره به شما، وصیت حکم قاطع کردگیست. او چیز الله تشرکو به شیئا، شریک نکنین به الله هیچ چیز را، هیچ کسی را در عبادتش و هیچ چیزی را شریک نکنین. میال این دعا را ببینین، میگن 330 میلیون ما خدا و معبود داریم، 330 میلیون، نه یک لک، نه یک میلیون، نه ده میلیون، نه صد میلیون، یعنی یک میلیارد هندو است در روی زمین، هزاران یعنی صدها میلیون هندو است که مخلوقات هر چیز عبادت میکنند، بیش از 300 میلیون خدا دارن. الله میگه هیچ چیزی را شریک نکنین به امرای الله، و می خاطر در آخر آیه میگه می ذالک وصاکم به. خب اگر که این یک معنایش در الله تشریک، یک جواب می است، قلت و عیسی به کتاب میگه می فتح القدیر، صاحب فتح القدیر که است عبدالرحمن ابن اسد، می فیکون المعنا، معنای تو میشه که حرم علیکم ما وصاک، حرام کرده ایست الله متعال به بالا شما، ما وصاکم به ترکی من المشرک، آنچه که الله وصیت کرده ایست به ترکش، اون چیزی را که حرام کرده چیست؟ من الاشراکی بی، شرک کردن به الله،
یعنی شرک کردن به الله را الله حرام کرده. الله وصیت کرده که شرک نکنین، شرک نکنین. شرک کردن الله چی کرده؟ حرام کرده. اولین محرمات شرک است. کسی مرتکب ازی شود کافر می شود. بعضی محرمات حرام بدانی مرتکب شود کافر نمیشه. مثلا زنا کردن، کسی عمل زنا را بکنه کافر نمیشه به شرطی که را حرام بدانه. اما اگر شرک مرتکب شدی کافر میشی. و فی المغنی، باز میگه در مغنی ابن حشام، مغنی کتاب نحو است، در بخش نحوی بسیار عالم کلام بود. ابن حشام فی قوله تعالی الله تشرکو بی شیئا ثبت و اقوال، میگه مغنی ابن حشام میگه که در قول الله تعالی الله تشرکو بی شیئا هفت قول است از مفسرین، یعنی هفت تفسیر است، هفت معنا شده است. باز میگه احسن و هذا الذي ذكره ابن کثیر، بهترین شمیز که ابن کثیر ای را ذکر کرده است. و یلیه و نزدیک به ایمه بین لکم ذالک، بیان کرده ایسا الله برای شما ایرا که لا تشرکو، که شریک نکنین شما با امره الله. فعوض فلجد جمله من احد ما، جمله از یکی از اینا حذف شد. و هی وساکم، کلمه وساکم حذف شد. و عرف الجر، و دیگه عرف جر که لالله است، نه این لام. و ما قبل من الاخرى، و ما قبلش از دیگهش، یعنی ای حذف شد که بین لکم و لالله تشرکو. به می خاطر میگه ولی هذا اذا سئلوا ما یقول لهم رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، به می خاطر میگه این مشرکین بودن وقتی که سوال میشدن، مشرکین حرمی، مشرکین مکه سوالشان میکدی در وقت قرآن نازل شد. اما یقول لهم رسول الله، از آن چیزی که پیامبر به اینا میگفت که شما پیامبر برای شما چی دستور میده، یعنی محمد ابن عبدالله رسول الله، از مشرکین مکه وقتی که سوال میکردی که پیامبر با شما چی میگه، قالو میگفتن، یقول و میگوید پیامبر و عبد الله ولا تشرکو بیشن و اترکو ما یقول آباؤکم کما قال ابو سفیان ده رقل و هذا هو الذي فهمه ابو سفیان. سعی کنی میگه مشرکین مکه را وقتی که سوال میکردی که ای رسول الله پیامبر که با شما آخری پیامبر آمده چی میگه، خود از او اقرار میکردن که میگفتن که پیامبر با ما میگه که وعبدو الله، عبادت بکنین فقط الله را، یعنی توحید در عبادت، غیر از الله دیگه کسی را عبادت و اطاعت نکنین. ولا تشرکو بشین، شریک نکنین با الله هیچ کسی، هیچ چیزی را، بتای مخلوقات عبادت نکنین، در عبادت الله، در اطاعت از قانونش مخلوق شریک نسازین. میگه همین چیزا با ما میگفت. با دیگه میگه با ما میگفت وترکو ما یقول آباؤکم، ترک کنین بانین آن چیزی که پدرای شما میگه، یعنی پدرایشان چی میگفت که غیر الله را عبادت کنین، این کسی یام خدا هست، یعنی لاتم اله هست و خدا هست، مناتم هست و زام هست، تنها الله را میگفتن عبادت نکنی، کلانای پدرایشان. این پدرایشان مشرک بودن، پدرای از یا ادب پدر چیز نید نسبی، یعنی رهبرایشان، کلاناش، رئیسای قبایل برشان میگفت. ترک کنین آنچه که رهبرایتان میگه که عبادت مخلوقات بکنین و از مخلوقات طاعت بکنین. خب اینجا یعنی سعی کنین از این فهمیده میشه که این یک حدیث است، این حدیث در و عبدالله که میگه پیامبر صلی الله علیه و آله بر شما چی میگه، ای گفت که و عبدالله ولا تشرکو بی شیئا، این که در حدیث ای بخاری است، امام بخاری این حدیث شماره حدیث 7 است و مسلم شماره حدیث 1773، حدیث از عبدالله بن عباس است، از ابو سفیان، در قصه و داستان ابو سفیان به امرای هرقل که آمده گیست. ابو سفیان باز نه یکی از کلانهای مشرکین بود، در مکه باز پسان مسلمان شده گیست. و قال ای میگه ماذا یعمرکم، میگه وقتی که من پیش هرقل پادشاه روم رفتم، ابو سفیان میگه او مرا گفت که من چند سوال درباره می آخری پیامبر دارم از تو، ابو سفیان گفته کلان مکه را، یکی از رؤسای مکه بود، ولی تو دروغ نگویی. بعد میگه دیگه اصحاب ابو سفیان در پشت سرش مانده بود که اگه این دروغ گفت شما به من اشاره کنید که من ایرا مجازات کنم. باز ابو سفیان می ترسید که اگه من دروغ بگم اینجا اعدام نشم، از ترس از اینکه من کشته نشم یا بندی نشم دروغ نمیگفت. میگه قال، میگه هرقل به ویزی گفت که ماذا یامرکم، با چی چیز امر میکنه شما را پیامبر. بعد از می قلت و ما گفتم یقول و میگه او عبد الله وحده، عبادت کنین الله را به تنهایی، سک تنها یک ذات الله را عبادت کنین، سجده رکوع مدد خواستن توکل عنابت خوف رجا فقط به یک ذات داشته باشید.
اطاعت از فقط از یک قانون از یک نظام الله بکنیم ولا تشرکو به شیء شرک نکنیم بلای چیز این لات و منات این بتاره که مانده 360 این را برای این کسا را عبادت نکنین کسا را ممرای الله شریک نکنین و ترکو ما یقول آباکم بانین آن چیزی که پدرهایتان میگه رهبرهایتان میگه که شرک است یعنی غیر الله را عبادت کردن الحدیث یعنی سعی کنین این بیمی لفظ آمدگی است که در این کتابتان ذکر کردگی است سعی کنین باز در اینجا میگه که ابو سفیان برای حرقل گفت هذا هو الذی فهمه ابو سفیان و غیره میگه این چیزی بود که ابو سفیان و غیره را مشرکین فهم کرده بودن از قول رسول الله صلی الله علیه وسلم از سخن پیامبر که دعوت میداد به اینا که میقولوا لا اله الا الله تفلحوا بگوین لا اله الا الله کامیاب میشون یعنی لا اله الا الله چه معنا؟ معنیش این نمیست که غیر از الله هیچ ذاتی را عبادت نمیکنم غیر از قانون الله و دستورش دیگه هیچ قانونی را قبول ندارم در زندگی اینم یه چیزا میگه این فهم کرده بود که لا اله الا الله حال مردم ما شما لا اله الا الله میخوان هیچ نمیفهمه که چی معنا همون تو تیر میشه باز میره از قبر مدد میخواه به قبر سجده میکنه زنده باد فلانی خان مرگ به فلانی خان گاهی یک رهبر شعار میده گاهی میگه ما دموکراسی میخوایم گاهی میگه ما سکولاریسم میخوایم گاهی میگه ما لیبرالیسم همین قوانین های بشری کفری را شعار میدن نه سعی کنید در این لفظ این خو لفظ بخاری بود نه مختصر اما ای که پیامبر گفت لا اله الا الله تفلیو این در کدام حدیث است این میگه این لفظ در خبر آخری که امام احمد ابن حنبل در مسند خود آوردگی است جلد 3 صفحه 492 رو ببینید دیگه حدیث است. جلد 4 صفحه 341 حدیث ربیع ابن عباد دیلی است و کان جاهلیا میگه جاهلی بود این میگه که ربیع ابن عباد میگه رأیت النبی فی الجاهلیه میگه ما دیدم نبی صلی الله علیه وسلم را پیامبر محمد ابن عبدالله را میگه آخری پیامبر ما و شما و جهان را میگه میگه ما دیدم در جاهلیت یعنی پیش از اینکه پیامبر هم هجرت کنه در مکه فی سوق ذل مجاز میگه در بازار ذل مجاز یک بازار در بازار هم چک پیامبر میرم دعوت در بازار در جای میرم میگه و هو یقول پیامبر میگه یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا ای مردم بگوین لا اله الا الله تفلحوا که غیر از الله دیگه معبود نیست یعنی این کلمه را قبول کنین با معنایش خواه میفهمید بپذیرین عمل کنین بی بگوین که غیر از الله دیگه معبودی وجود نداره دیگه الهی دیگه حاجت روایی نیست مشکل کشایی نیست حقدار رکوع و سجده نیست یعنی غیر از الله دیگه کسی نیست که تحت از دستور از او شما کامیاب میشین یعنی شما را الله از آتش جهنم نجات میده کامیابی دنیا را میده میگه پیامبر در بازار میگفت که یا ایها الناس ای مردم قولوا لا اله الا الله بگوین لا اله الا الله تا کامیاب شوید و الناس مجتمعون میگه مردم جمع شده بودن علیه به پیامبر چهار گردش که دعوت میداد میگه و وراء او و در پشت سر امی پیامبر کس میگه رجل وضیع الوجه یک مردی بود روش بسیار روشن یعنی مقبول بود احوال چشمش کمی کج بود یا کم مشکل داشت میگه یقولو میگه این میگفت که در پشت سرش امی نفری که روش روشن بود که چی میگفت اینو صابیون کاذبون میگه این در پشتش یک نفر میگفت که این صابی هست صابی صابی یعنی بیدین دین پدری را اله کده کاذبون دروغگوی است گپی را قبول نکنین میگه وی تو میگه ید بو ایسو زعبه میگه اینمی آدمی که روش روشن بود مقبول بود میگه میرفت در پشت پیامبر هر جایی که میرفت از پشتش میرفت میگه وی صابیست دروغگوی است گپش را قبول نکنین او دعوت میداد این رد میکرد دعوتش ها میگه من حیران ماندم این ربیه میگه من پرسان کردم فسال تو انهو میگه من از این سوال کردم کی هست در پشت از این روانت فقیل میگه گفته شدی از برای مهاد هم و ابو لهب میگه این کاکاش ابو لهب هسته که میگه این کاکا یعنی کاکای بیدین کافر در پشت سر میره میگه فی نبی نیست این دروغگوی است این صابی شده هسته کنین در او کسی که شرک ترک کرده بود شرک مشرکین مکه مردم چی میگفت صابی میگفت صابی 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 کسی را میگفتن که دین پدری را علاقه تا در دین دیگه بره این را میگفتن در اون قصه پیامبر صلی الله علیه و آله چی میگفتن صابی صابی که و صابیون که معنی یعنی دین پدری را ترک کرده بتا را ترک کرده با وحی الله را آل کسایی که میگه قبر عبادت نکنین از قبر مدد نخواین پیر سجده نکنین پیر متصرف نگوین رهبرا را دستورش قبول نکنین قانون غیر الله را قبول نکنین
وقتی که پریشانی که پا بگوی حالا چی میگندت؟ وابی وابی میگه، وابی وابی و بعضی آبی میگه، بعضی وابی، بعضی وحابی میگه، وحابی اون میگه. وقتا گاندان میبینه که امی از این فامیده میشه که در او اقصابی پیمبر میگفتن حق نبی الله بود، حالا کسای کتاب ادارایش هست اینا را وابی. یعنی این تومت ها، این تومت ها هست باز که بعضی که ملاهای جاهل بدبخت ظالم بیدین زدی و اینادی که پرسانش کنی وابی چه معنا؟ اگر وحاب نام الله هست کسی که تابیدار وحاب چه معنا؟ وحابی چه معنا؟ کسی تابیداری قرآن میکنه، پیامبر میکنه، صحابه رو میکنه، ائمه مجتهدین گفتش مطابق قرآن سنت باشه او را تابیداری میکنه، این را وابی میکنه. وقتی که ازیان پرسان کنین که وابی چی هست؟ همین ملاهای زدی و اینادی متعصب بازی ها چی میگن؟ میگه یهود نصارا بدتر است، یعنی تکفیر میکنند، تکفیری ها ملای تکفیری جاهل. میگه سعی کنین امی روایت ایره که من براتون بیان کردم در مسند احمد آمدگی است، اگر که در کتاب چیزتان در متن یا نیم کتاب فتح المجید نیست، این سندش صحیح است، فی طریق عمر ابن زهیر غیر مشهور، در یک طریق عمر ابن زهیر مشهور بر روایت نیست، لیکن در طریق دوم رجالش سقاط است کلش و قصه شیخون عبدالقادر. میگه عبدالقادر ارنود یکی از محدثین است، یه حدیث صحیح گفته در تعلیق شلافت المجید و هو کما قال خبر مشهور است در کتب سیرم و از طریقای دیگه امام احمد را در جلد 5 371 376 این روایت آوردگی است که پیامبر صلی الله علیه و آله مردم میگفت که لا اله الا الله و مردم گپ شرط میکردن. خب دوستا تا اینجا این را فهمیدیم که پیامبر صلی الله علیه و آله عبد الله ولا تشرکوا به شیء، این چیزی است که ابو سفیان هم گفت که ما را میگه پا میگه، این گپ مهم انبیا می بود نه؟ و لقد بعثنا فی کل امه رسولا عبد الله واشتنی بو طاغوت، دو جو فنی عبد الله واشتنی بو طاغوت، دیجی چی می و عبد الله ولا تشرکوا به شیء، عبادت الله را بکنین، اطاعت دستور الله بکنین، کسی را به امرای الله شریک نسازین. اینجا البته ما یک گپ قبلی را براتون بگم، گفتیم در مغنی ابن هشام، ابن هشام کی است؟ همین شرح زندگی از مختصر است که امام است، امام نحو است، ابو محمد اسم کنیش، عبدالله نام اصلیش است، ابن یوسف، ابن احمد، ابن عبدالله، ابن هشام. ابن هشام مشهور است، انصاری مصری بود، الی انتها علم العربی، علم عربی نحو صرف به این منتهی شده است، در زمان خودش یعنی در علم عربی نحو صرف بسیار مهارت دارد، در گرامر عربی. توفا سنه 761، در سال 761 این عالم قرن 8 است، وفات کرده است. به این خاطر گفت که در الله تشرکو 7 اقوال است، بهترین شان است که ابن کثیر آورده است. دیگه اصل گپ ما و شما دوستایی است که غیر از الله کسی را به امرای الله شریک نکنیم. ابو سفیان که وقت ارخل پرسان کرد گفت به ما هیچ چیز میگه که غیر از الله دیگه کسی را عبادت نکنیم. با دونجا امو هرقل پادشاه روم، پادشاه اروپا دیگه بگویم، امریکا اونجا مربوط اروپا مربوط روم میشه، باز اون میگه که اگه این گپایی که تو گفتی امی شخص امی قسم باشه دیگه سوالام کده. میگه این یک وقت میشه که زیر پای مرا میگه این سرزمین فتح میکنه و امو تو شد مسلمان های قبیش روی کن، الحمدلله حتی اسپانیا را فتح کردن و جنوب فرانسه رسیدن، بسیار بخش های کشورهای اروپایی را فتح کردن مسلمان ها. واقعا تا وقتی که بعقیده توحید و رد شرک تمام مسلمان ها محکم باشه اکثریتشون، الله متعال دنیا را توسط از اینا فتح میکنه و این دین و این نظام عدل خود در آخرین نقاط دنیا میرسانه. خب جمله بعدی از آیات چیست که و بالوالدین احسانا؟ دیدین دوستان بعد از الله در دنیا یک انسان حق الله است بوالد، حق خالقش که عبادت و اطاعت و نظامش کنه، کسی را به او شریک نکنه. بعد از او حق مخلوق چیست؟ در مخلوقات پدر و مادر است که در کشورهای کفری یک روز مادر یک روز پدر دارن، در اسلام هر روز باید پدر و مادر تا خدمت بکنیم. اما بعض وقت و همین مانی خدمت پدر و مادر زن میشه، اکثر زن میشه، زنها هست، زنهای جاهل، زنهای بیعمل، نمیگه که پدر و مادر حق داره، یا دیگه کس میشه، یا دنیا میشه، یا محبت دنیا و این گپا میشه، یا فرهنگ های، یا بعضی وقت این پدر مادر خود از یا ظالم هستن، بدعمل هستن، بدکاری، سامانه خودشون مانی خدمت میشه. اگر این پدر مادر بسیار حق داره و قولی تعالی و بالوالدین احسان، با پدر مادرتان احسان بکنید، احسانن سعی کنید. چی را میگه احسان؟ قرطبی میگه احسان الالوالدین بر روحمانی کی کردن با اینا،
نیکی کردن با پیشانی باز، خدمت کردن مگر فقیر شد مال کمک کردن، و حفظهما دیگه او را با امرای خود بچهش که کلان است دانایی رزق داره، پدر مادر خود با خود باید بان شب و روز نانش خدمتش همه کار حفظ حفاظت از اینا از این که زایی نشوند، یعنی مریضی یاش خبر افسیانتشان و امتصال امر ما، اطاعت از دستور پدر مادر، یعنی کدام تقاضایی که مشروع البته گناه نباشه او را قبول کنی، نه که به گناه باشه، و ازالت رق یعنی رق اگر غلام هستن غلامیشان آزادش کنی و ترک سلطنه، سلطنه سردار و سرداری با بالش نکنی. بعضی وقت پدر مادر غلام میشن، مادر کنیز میشن، عقیدش خراب است، اگر دیدی او را آزادش بکنی، اگر در زیر تور با پیسه گرفتی های احسانن، احسان کردن نسب به مزدری است، یعنی کلیم مزدر است از باب فعل احسن یحسنو، ناسبش فعل است از لفظش که لفظش چیست، یعنی احسنو تقدیرش و احسنو بالوالدین، احسان کنین با پدر مادرتان به احسان کردن. ما شما قبلا خواندیم که پدر مادر بسیار حق زیاد داره، حتی کافر هم است، الله میگه و صاحب کما فی دنیا معروفه، در دنیا به امرش به طریق نیک برخورد که اگر عقیدش خراب است بفهمانش تا وقتی که تو با تو زندگی میکنه، یعنی دعوتش بده نرم، گپایش قبول کو، خدمتش بکو، پیش رویش عاجز بشینه. بعضی آیات ها رو ما و شما قبلا خواندیم، احادیث هم دیگه باره خواندیم، بسیار حق داره پدر و مادر، همیشه انسان متوجهشان باشه، دعایشان رو بگیره، برشان دعا بکنه. بعد از این و قوله ولا تقتل اولادک من املاق، در جمله بعدی الله سعی کنین مشرکین یک جنایتشانی بود که شرک میکردن، غیر را عبادت میکردن، الله رد که شرک نکنین، الله را تنها عبادت، دوم با پدر مادر خون خدمت نمیکردن، ظلم میکردن، الله گفت ظلم نکنین به والدین تا. سیوم جنایتشان چی بود که ولا تقتل اولاد خدا نمیکشتن، الله در صورت انعام میفرماید که قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفان بغیر، یقینا تاوانی و هلاک شد، جهنمی شد کسایی که اولادای خدا نکشتن از جهت بیعقلی، بدون علم، به نادانی. دو نوع اولاد میکشتن، یکی دختر می بود او را از جهت شرمار که دختر پیدا شده، این ماده پشت است، این مرد نیست، این چه قسم مرد در خانش دختر پیدا شده، میره میکشتن دختر را، دختر میگه موجود ضعیف، دختر پیدا شدن در خانشان شرمار و ننگ میدانستن این جاهلا. الله میگه که و اذا بشر احد بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، در قرآن که ببینید اگر یک از اینا بشارت داده شود که در خانه دختر پیدا شد، روی سیاه میشه، از غم پر میشه. حالی هم بعضی جاهلا مسلمان ها داریم که در خانه دختر پیدا شد، از غم میشه، نمیگه که در خانه اولاد دار شد، اگر بچه باشه به هرکی زنگ میزنه با زب اولاد دار شدیم، دختر است یا بچه، نه دختر چی میکنم، بچه است، با شب شش هزار گناهی دیگه موسیقی میاره، جاهل بدبخت. مومن کس پایین بسا میگه که دختر در خانهش باید خوشحال شو، زیرا سه دختر پایین بسا میگه کس تربیه کنه، دین یاد بده تا اینکه عروسی کند، الله ای را در جنت میگه با ما یک جای میسازه، بسیار خدمت کردن به دختر. دوم از جهت بچه را به این خاطر میکشتن، بچه را بعضی وقت کیره که نان میته به این خاطر، بعضی وقت هم به قربانی میکنن به بتای خودم، به نام بتا ذبح میکنن اولادای خدا را، مثل که حال بعضی جاهلا داریم در روز دوم محرم به نام حسین خدا میکشن، چیزی قد شمشیر میزنه، چیزی زنجیر میزنه، چیزی قد مرمی میزنه، این تو جهالت عصر به نام مسلمان کار مشرکه، عمل شرک انجام میده. ولا تقتلوا اولادک من املاق، نکشین اولادایتان از جهت ترس فقر، املاق چرا میگه الفقر، و نحن نرزقکم و یا الله می ما شما رو روزی میتیم و اینا رو هم روزی شما را الله میگه، شما را هم روزی میتیم، اینا را هم روزی میتیم، شما چه قسم اینا را میکشین؟ املاق چی را میگه؟ فقر، یعنی ای لا تعتدو بناتم، دخترایتان زندگی بگور نکنید، خشیت العیلتی و عجیت ازی که ایالدار میشون فقری را کنان میتا، فا اینی رازق کم وی ما شما را روزی میتیم، سای که الله میگه قسمی که ما شما را روزی تو را کی میتا؟ ما الله میتگم یا الله باران بند کنم، ما شما ناب چا از ناب بر از گشنگی و تشنگی میمریم. خب الله میگه رزق ما میتم، در حدیث ایمیت وقتی که انسان تولد میشه حتی همی چار ماه و در روز که شد در چل روزگی الله رزقش نوشته میکن، چل روز بعد از چار ماه و در روز الله میگه رزقش نوشته کن، پیش از این که به دنیا به الله رزق تو را نوشته میکنه.
همین کسایی که به خاطر رزق نمیکشه اولاد خدا، یا بعضی ها میگه که چند اولاد داری، میگه 7، او بس تا حسی تا که زیاد شد میگه 2 بچه اچه چوتا خاندان زندگی آسان. این عقیده کافر است. شما ببینید دوستان، می دنیا قبلا 1 میلیون انسان بود صحیح نان نداشت، خب 1 لنگ بود یا نان صحیح بوره تا یافت نمی چیزای خوراکا. حال سعی کنیم که به هزاران، یعنی 8000 میلیون انسان تقریبا، یعنی به صدها میلیون انسان، به هزاران میلیون انسان رزق زیاد شده، نان زیاد، حتی مردم نان نمی خورن دیگه، چیزا رو می خورن، می نان چی داره و برنج و چیزای دیگر. نان زیاد شده، رزق زیاد شده، میوه زیاد شده، زمین هم ببینین هر قدر مخلوق زیاد شده، اما قدر انسان الله علم میده، علم زراعت، صنعت زراعت الله داده، از یک زمین چقدر کش میکنن، به یک زمین مثلا یک جریب زمین با هزاران فامیل جای میتن بلند منزل جور میکنن، نه این الله علم داده است. رزق الله میگه من میتم میگه و کان منهم من یفعل ذلك بالذکور خشیت الفقر. بعض از یا میگه این کار رو میکردن، اولاد رو میکشتن با مردها از جد فقر، ایره کی نان میتا؟ ایره قرطبی ذکر کرده گیم، ذکر قرطبی مفسر است، جامع الاحکام للقرطبی، بسیار تفسیر معتبر است. حالا می مسلمان هایی که میگم نه عقیده شرکی است، شرک که اولاد میگه زیاد شا، ایره کی نان میتا؟ ها فاصله بین ولادت بخاطر که مادر ضعیف نشه، اولاد شیر بخوره خیر است، 1-2 سال فاصله، تا 2 سال شیر بخوره بعد دیگه تفرد بیا فاصله گپی نیست، اما بعضی رحم خدا میدوزه و بعضی میگه قدر اولاد چی کنیم، ایره کی نان میته، ای کار رو نکنیم، این بسیار گناه کلامه. و فی صحیحین ابن مسعود رضی الله عنه، یک در صحیحین کس امام بخاری مسلم دیگه کتاب ها که دوستا سنن ابو داود ترمیزی ابن ماجه نسایی و صحاح نیست، بعضی کتب سیام و داود صحیح و ضعیف است، اما بخاری مسلم هر دوی صحیحه، تمام حدیث صحیحه. از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، عبدالله بن مسعود قبلا تعریف کردیم برای شما، این میگه قلت یا رسول الله، میگه من گفتم ای رسول الله، ای الذنب اعظم عند الله، کدام گناه بسیار بزرگ است به نزد الله؟ سعی کنید دوستان صحابه از گناه پرسان میکنن، ما شما از گناه پرسان نمیکنیم، از نیکی ها پرسان میکنن، کدام گناه بسیار بزرگ است که اجتناب کنیم؟ قال، میگه گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم، این حدیث امام بخاری شماره حدیث 4477 و همین قسم در 5720 و امام مسلم هم میره به چندین طریق شماره 76 و غیره، ابو داود، ترمذی، نسائی، احمد ابن حنبل، طحاوی در مشکل ابن حبان، بیهقی، کلشان آوردگیستن یه حدیث هست، تنها بخاری نورده. میگه گفتم کدام گناه بزرگ هست؟ قال، گفت انت جعل لله ندن و هو خلقک، برای الله مقرر کنی، بگردانی، باور کنی، ند شریک و در حالی که الله تو رو پیدا کن. یعنی چی معنی شریک؟ مثل الله دیگه کسا جور کنی، عبادت کنی، رهبر اطاعت کنی، مطلق یا قبر یا بت یا پیره. این میگه بزرگترین جرمیست که به امرای الله دیگه کسا هم سجده میکنه، دیگه کسا هم مدد میکنه، دیگه کسا حاجت روا بدانی، دیگه کسا قانون گذار بدانی، از این که در گناه کلان در دنیا یافت نمیشه. غیر از قانون الله دیگه قانون هم قبول میکنه، در برابر قانون الله دیگه قانون هم میسازه. اینی را شرک، یعنی شرک کردن زد و مقابل به امرای الله در عبادت جور میکنی، عزیزی که در گناه کلان نیست، این الله لا یغفر الشرک، الله نمی باشه کسی بدون توبه دنیا برد. قلت میگه ما گفتم ثم ایو، بعد از کدام گناه بسیار کلانه؟ قال، فان تقتل ولدک خشیت ایت اما مک، این که بکشی اولادت ترس از اینکه خوراک میکنه به امرای تو. سعی کنی میگی به امرای من میخوره، اینه کی نان میده؟ از این کدام، یعنی قتل خو دوم، یعنی بعد از شرک دومین جنایت، جرم، گناه قتل است، کشتار است به ناحق، و در کشتار اولادت هم میکشی، تیره کی نان میده؟ این خبیثی عقیده کفری است، یعنی این بسیار گناه کلان است. بعد از اون ما گفتم سمه وای به زنایی که زنا میکنن بازور سخت میکنن، نمیکشن، سخت هم میبرد یک جای میپرد، وای 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 الله دیگه نجات بده، اولادای خدا نه نمیکشن، می شر میزیره، اول زنا میکنن بازو که پیدا میشن میبره، میگه یا 7 ماه 8 ماه شده سختش میکنن. قلتم ما گفتم سمه ایو، بعد از این یا یکام زنا سنش که 45-50 شد، اولادها شد، او سخت، میگه شرم از مال پیر شده، میره میگم وی تو در این سن کلان اولاد دار شدی، این زنای جاهل بندان که حکومت اسلامی باشه یا گیرشان و یا که سخت مجازات شوانی. یا ثم ایو میگه من گفتم بعد از کدام گناه کلان است؟ ثم قال، فانتزانی به حلیلت جارک،
اینکه زنا، یعنی بعد از قتل زنا کردن، زنا بکنی، زنا کلش حرام است، مخصوصا به حلیلت، به مو زنی که همسایه تو هست، حلیله همو زن، زن یا دختری که همسایه تا، یعنی همسایه که هست، چرا؟ بخاطر که همسایه سر تو اعتماد کرده و میره و مردش زنش پیش تو هست، دخترش اینجا تو که تزو رابطه نامش رو بالاخره با زنا میکنی، از این کرا جنایت در زنا نیست، یعنی زنا کردن کسی را نکاح نکدی، عمل شهوت هم جام میتی به امراشی را میگه. ثم تلا رسول الله صلی الله علیه وسلم، بعد میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن خوان، که یعنی سعی کنین الله ای گپی که من میگم تصدیقش را قرآن. والذین لا یدعون مع الله اله آخر، کسایی که لا یدعون فریاد نمیکنن به امرای الله دیگه معبود را، یعنی دیگه معبود مدد نمیخوان، لا یدعون آواز نمیکنن، مدد نمیخوان به امرای الله از دیگه معبود، سعی دیگه کس خواستن نور الهی قرار، حسن، حسین، علی، پیر، فلانی، فلانی، بابا، کاکا که میگن و عبادت نمیکنن به امرای الله دیگرش را. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اولین گناه ولا یقتلون نمیکشن نفس الا حرم الله الا بالحق، که الله حرام کرده کشتنش مگر به ناحق، مگر به حق، به حق باز حدیث هست بیان می به حق کشتن چی را میگه، خب یعنی انسان نمیکشن، انسان بیگناه را نمیکشن. ولا یزنون، و سیوم زنا نمیکنن، اینا زنا نمیکنن، سعی کنین سیومین جرم زنا هست. و من یفعل ذلك، کسی کی کار کرد، یلقا اصام، روبرو می شود با جزای گناه خود، اصام یعنی با جزای خود روبرو می شود. خب یضاعف له العذاب، چند می شود برای عذاب در روز قیامت، در روز قیامت عذاب زیاد شده میره کم نمی شود. و یخلد فیه، و همیشه می ماند در عذاب مهانا، ذلیل شده، رسوا شده، یعنی همیشه. خب کسی، البته کسی که هم شرک کرده هم قتل کرده، هم این سخت عذاب زیاد شده میره، اگر تنها گناه کده شرک نکده باز الله او را نجات میده. الا من تاب، رای نجات است، آه بله الله میگه همیشه است، مگر کسی که توبه بکنه از کفر خود، شرک خود، از غیر الله مدد خواسته ایش توبه بکنه، غیر از الله دیگه کسی راجت روا ندانه، قانون گذار ندانه، از قتل ناحق توبه کنه، از زنا توبه، و آمن ایمان بیارد، یعنی مؤمن شد و عمل عمل صالح، قبلا قتل میکرد، زنا آل عمل صالح بکنه، عمل نیک بکنه، فرایز عملی کنه، واجبات و سنت داره، فاولای که الله میگه نیم کسایی که توبه کردن ما و عمل صالح، سعی کنید توبه چی نمیگه دوستا، گناه را ترک کنی، عمل تا صالح کنی، ایتو نیم که گناه کده رایستی توبه توبه میگه، فاولای که نیم کسایی الله میگه یبدل الله، تبدیل میکند الله سیئات و گناهشان و حسنات به نیکی ها، ماشاءالله، الله اکبر. سعی کنید دوستا در این باره یک حدیث آمد که الله بعضی ها را صحیح توبه کنه گناهش به نیکی تبدیل میکنه، الله ما را می الله سیئات ما را به حسنات تبدیل کنه، و کان الله غفور رحیم، است الله غفور بسیار بخشاینده، رحیم نهایت مهربان، کسی توبه بکنه الله می بخشه، رحم میکنه. این آیت در کجا است؟ این آیت سوره فرقان، آیت 70 سوره فرقان است، 68 تا 70 در حساب ترتیب سوره 25 سوره است. این خو یعنی در گناه ها گفتیم که کسی را میکشینی بناحق، ایره ولا تقتل اولادکم، و بعد از او قول ولا تقربوا الفواحش، دیگه جمله ای که نزدیک نشین با فواحش، ما ظاهر منها و بابتن فواحش چیست، در اونجا ولا یزنون گفتنی در صورت فرقان، در اینجا فواحش میگه صورت انام، ابن اتیم میگه نهی و نام لا تقربوا، نهی است، من است، یا عام است، انجمی انواع تمام اقسام فحشا زنا را، و هی المعاصی، معاصی ما زهره و بطنه، فواحش زناها را می آنچه که آشکارا است، زهره یعنی آشکارا زنا کردن، مثل که در غرب میکنن نه؟ در هر طرف، بطنه پت و پنهان زنا کردن، انواع گناه آشکارا است، پنهان است، بی حیایی ها، بی حجابی، کلش در داخل است، به این نزدیک نشد. میگه تستوفیان شامل میشه اقسام ما جلت الله من الاشیاء، اقسام آن چیزی که اشیاء است، یعنی از گناه هایی که به ارتباط زناویه، از کل از این فواحش زناهایی که آشکارات پنهان از دور شد. خب یعنی کسی که عقیده توحید داره از قتل ناحق دور میشه، از زنا دور میشه. بعد از میگه قولی تعالی ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، فی الصحیحین ایر توضیح میده قولی الله تعالی که نکشی نفسی را که الله حرام کرده مگر به حق، در صحیحین از عبدالله بن مسعود مرفوعان یعنی پیامبر روایت کرده کسی است، این حدیث بخاری مسلم است دوستا، غیر از بخاری مسلم شماره حدیث بخاری 600
6878 مسلم 1768 ابو داود ترمیزی نسائی ابن ماجه دارمی تیالیسی احمد دار قدنی ابن حبان بیقی کل شان از طریق ابن مسعود آورده مثل که حدیث قبیل ابن مسعود گفت ایرام گفتگیست لا يحل دم امرئ يدسم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعه سيكون دوستات شو میگه میگه پیامبر گفت که حلال نیست دم و امرئ مسلمان خون یک شخص مسلمان مرد باشه ازان حلال نیست کدام مسلمان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد شایدی میتونه که غیر از الله دیگه معبودی نیست یعنی کفر با طاغوت داره غیر از الله دیگه عقیده توحید داره و انه محمد رسول الله محمد رسول الله شایدی میتونه و دیگه کدام گناه رو مرتکب نشده الا به احد صلات مگر به یکی از این جرم کشتنش جایز است غیر از این از سیب و زنی یکی همون مرد و زنی که آروسی کرده که است با زنا میکنه آروسی کرده زنا میکنه یعنی ای و اونجا گیر میاد چهار شاهد البته در معالت خاص او را ببینه که زنا کرده میره یا خودش اقرار کنه ها ثبوتش چی چهار شاهد است یا اقرار در این صورت انگار دیدی که زندار است زنا کرده با این قتلش حکومت اسلامی باز حد و بالایش تطبیق میکنه حد و نفس و به نفس دیگه چی نفس یعنی به نفس یک انسان به ناحق میکشه بازی قصاص میشود و تارک لدینی ده تارک کننده دینش است یعنی مرتد میشه مفارق جماعت جدا شدنه از جماعت مسلمان ها ارتداد چی هست؟ صورت های ارتداد زیاده یکی که مثلا قبر عبادت میکنه غیر الله را حاجت روا می مرتد میشه اگر مسلمان باشه یا قانون غیر الله را قبول میکنه دموکراسی و سکولاریسم با همه معنیش میپذیره با همه چیزهایی که داره در صف کافر ها میرود با کافر یا جاله مسلمان میشه یعنی اینی صورتی مرتد میشه باز خونش مباه میشه در غیر از او جایز نیست صورت هایش زیاد است دوستا خب و قوله در آخرش باز الله چی گفت در آخر آیت گفت که بعد اینکه ولا تقتلوا گفت ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون قال ابن عطیه یک مفسر قبلا بیان کردیم شرحش ذلكم میگه اشاره الی هذه المحرمات ذلكم یعنی می چیزایی که حرام شده به بالای شما و وصیت شد و الوصیت الامر المؤكد وصیت که امر مؤكد است مقرر است چی معنی ذلكم یعنی می چیزایی که اشاره شد محرمات وصاكم بی وصیت میکنه شما رو بین وصیت چی امری را میگه که معکد باشه مقرر ثابت یعنی حکم قاطع میکند الله متعال با شما انسان ها بینمی احکام یعنی بینمی احکام به می دستورات به می منهیات که به این چیزا نزدیک نشین شرک نکنین قتل نکنین زنا نکنین قتل ناحق نکنین لعلکم تعقلون تا اینکه شما چی کنین و قولین لعلکم تعقلون لعل یعنی به خاطر تعلیلت به خاطر ازین به دلیل از اینکه شما چه کنین؟ تعقلون یعنی فکر بکنین یاد بگیرین عمل کنین یعنی ای ان الله تعالی وصانا به هذا الوصا الله ما را وصیت کرده دستور داده به می دستورها به می فرامین به می احکام لنعقلها تا که یاد بگیریم از الله و نعمل عمل بکنیم و فی تفسیر طبری یعنی تعقل چه میگه یاد گرفتن میگه دوست فکر کنین یاد بگیرین قرآن عمل کنین تفسیر طبری میاد تفسیر طبری یک ابن جریر طبری سی دیگه حنفی است میگه حنفی خب میگه ذکر اولا تعقلون اول تعقلون که ذکر کرد که یعنی احکام یاد بگیرید ثم تذکرون باز پند نصیحت بگیرید یعنی عمل کن ثم تتقون بعد از او تقوا کنین زیرا لانم اذا عقلوا یاد بگیرن تذکرو میگه وقتی که فکر کنن بفهمن تذکرو یاد میگیرن بعد فخافو میترسن و تقوا تقوا یعنی به این گناه نزدیک نمیشن لعلکم تتقون خب این تفسیر که ابن جریر طبری دوستا یکی تفسیر طبری حنفی است حنفی امام مفسر فقیه احمد ابن حسین ابن علی مروزی حنفی این دیگه است ابن جریر یورف و ابن طبری ابو حامد بصیر بصیر به تفسیر هم تفسیر هم تمام فصلان 377 بوده 377 و 301 ابن جریر وفات کرده این در 377 ی حنفی است و در بخارا در ازبکستان کرد اونجا دنیا رفته این قاضی و قضات بود در وقتش در قرن 4 زندگی میکرد در حکومت عباسی ها یا میکرد مفسرین است خب دوستا دیگر شرک در توحید شرک در عبادت منع شد و دیگر گفت الله و شما توفیق نصیب کنم آیت بعدی دیگر روز میخوانیم و صلی الله علی نبینا محمد و علی و صحبه اجمعین.